اینجا دهه شوراب جماعت دهاتی سامان شهر حصار است، جایی که برگزاری هر ساله مسابقه فوتبال دهه به دهه علاکای مقامی رمزی پیدا کرده است. این مکان در دو ماه اخیر علاکای دومین مسابقه فوتبال دهه به دهه را دایر کرده بود. گروهی کاری تلویزیونی ورزش نیز به خاطر انعکاس این چهارمینی فراگیر ورزشی طول یک ماه قبلی از بازی های مهمترین آن پیگیری میکرد. چی طور اشاره شد، در قیاس با مسابقه پیشین شماره دسته های اشتراکچی در این مسابقه فوتبال بیشتر بوده. 27 دسته از دهات های مختلف شهر حصار در میدانچه ورزشی دهه شوراب جمع آمدند تا که بهترین ها را معین کنند. مسابقه‌ای که ما در اینجا گذرانستیم حکم الله را گرفته است. این اگر که خطا نکنم مسابقه پنجی ما میباشد که در مهلت 3 سال ما 5 مسابقه فوتبال اصول دهه به دهه گذراندیم. خودتان خبر دارید ما در 28 دکبر روز فینالی گذراندیم که در آنجا دسته خلای سر غالب مسابقه اعلان شد. بعد انجام یافتن مسابقه خوشمندانی که در این مسابقه فوتبال اصول بدهه اشتراک کردن خیلی خیلی زیاد شدن، خواهش های دستور به اینوبات گرفته. ما یک مسابقه علنوی رو تشکیل کردیم. جام مسابقه ما جام جماعت دهد سامان با بخشیده به 35 سالگی استقلال جمهوری توریستان می باشد. پیش از آغاز بازی اول از جانب مسئولان برگزاری مسابقه مذکور در مراسم افتتاح آن مهمانان فخری نیز دعوت گردیدند. اینها دستپروران مکتب فوتبال شهر حصار و عین حال متخصصان ورزش رقم اول در کشور از زمره رستم خوجایف، عین حال سرمربی دسته فوتبال خوجند شهر خوجند، امانشاه سادت سایروف مربی دروازه‌بان‌های تیم رگر تداز شهر تورسون‌زاده و مربی دسته شادمان شهر حصار صابر عمرو میباشند. همین طریق بعد انجام تمرین ها، سخنان مهمانان فخری و گرفتن عکس خاطروی، همه چیز برای آغاز بازی اول مسابقه آماده بود. رقابت اول میان دسته های دهه ده بیت و بلبل چشمه هم شروع گردید. در بازی مذکور هرچند که دسته ده بیت وابسته به اشتراکچی فینالی مسابقه پیشین بودنش فاوریت دونسته می شد، ولی رفتی بازی از اول برابر نشان می داد که دسته بلبل چشمه هم به مسابقه آمادگی جدی دیده است. مهمانان فخری مسابقه باشند از هر عمل و حرکت بازیگران بزرگ از کنار میدان مشاهده می کردند. رفتی بازی باشد چطوری از مبارزه های دسته بلبل چشمه معلوم بود، نه به فایده دسته ده بیت خاتمه یافت. بازی هم با دو گل به جوابی که در رفتی بازی از جانب دسته نوکر مسابقه وارد دروازه اشتراکچیان فینال مسابقه پیشین شد پایان یافت. ما دسته ده بید رو دو بار صفر شکست دادیم. آینده می خواهیم که باز هم بازی خوب نشان دهیم، مخلصان رو خوشبخت گردونیم. خیلی که شما بازی را تماشا کردید، بازی گذشته دسته بلبل چشمه با فینالیستی مسابقه که ما پیش از این گذراندیم دسته ده بید اشتراک کردند. شما خیلی که خطا دیدید دسته بلبل چشمه از یک دهه دوردست شهر حصار می باشد و در این مسابقه اولین بار اشتراک کردند و دسته فینالیست مسابقه پیشتر را با حساب 2-0 مغلوب کرد. و ما در این گفته می شود که در این مسابقه توسل دهه به دهه دسته هستند که می توانند رقابت خوب نشان دهند
و غلبه کنم با دستوی و تجربهشون زیاد بوده. مهمون فخری هم در مورد برگزاری چون مسابقه ها و سطح بازی بازیگران احساسات های صمیمانه خیش را ابراز داشتند. دستور سپرش هایی که فدراسیون فوتبال تاجیکستان به همه شهر ناحیه ها دستور دادن برای رشد فوتبال، برای دستگیری فوتبال، برای پیشروی فوتبال تاجیک که بازی های دهه به دهه را بررسی کنند و در هر یک شهر و ناحیه ها همین را جاری کنند. و ما امروز شاهد گشته ایستادیم که ما را با رستم خوجایف سابق مربی سرمربی دسته شادمان ایسار به ناحیه ایسار دعوت کردند و ما شاهد بازی های جالب شده ایستادیم که بازی های دهه به دهه چنان یک با یک جالب و دیدنی باب هست آمدیم تماشا کردیم و حلاوت هم بردیم و ما میتوانیم که از اینجا باز اون جوانو دیده استودیم که در بازی های دهه به دهه بسیار بازینگران جوان هم هست و این بازینگران جوان را میتوانند که مثال دسته شادمان حصار که در لیگ یکم برآمد میکند میتوانند که آمده از بین این جوانان با دسته شادمان حصار بازینگران جوان را دعوت کنند و مهارت آنها را صیقل دهند. خوب با مشاهده به اون بازی یکمی که ما تماشا کردیم و دیدیم تا کدام درجه امکانیت وجود دارد که دستای به مثل برخچی و شادمان ایسار چون بازیگران جوان با استعداد را جلب کنند و مز از مسابقه دهه به دهه از فوتبال غیر کسبی آیا میرسد امکانیت اقتدار خود همین بازیگران تا که با فوتبال کسبی اندک قدم گذارند؟ بله بله، این هر یک بازیگر جوان شانس دارد و در اینجا مربیان دسته شادمان حصار هم بازینگران مربیان دسته شادمان حصار هم در اینجا حضور دارند و بازی را تماشا کرده هستند و ما باوری دارم که اون بازینگرانی که لیاقت دارند اگر به در دست متخصص یعنی به دسته شادمان دعوت شود یا اینکه برخشی ناحیه حصار دعوت شوند در آنجا متخصصان یعنی مربیان بهترین وجود دارند که آنها را مهارت آنها را صیقل میدهند و آنها میتوانند که در حیات های آنها هنرنمایی کنند و حتی که اگر مهارتشان خوبتر شد ممکن که با تیم های منتخب هم جلب گردند. پیش از شروع دومین بازی مسابقه فوتبال دهه به دهه میان دسته های توده و توردی بابا به شرافت دستگیری قشرهای مختلف آسیب پذیر جامعه و فراگیر بودن ورزش نخستین ضربه رمزی از جانب فرهاد محی‌الدین افزده شد. بازی مذکور در قیاس به بازی اول از نگاه نتیجه هم برابر و پرگال صورت گرفت. هرچند که در این رقابت تیم توده وابسته به برآمد موفق در مسابقات پیشین از خود نام برآورده بود ولی تیم توردی بابا هم به حریف به قول تن نداد. بالاخره رقابت مذکور بعد از زدن گل‌های جوابی و دروازه همدیگر با نتیجه 3-3 خاتمه یافت. بازی های مسابقه فوتبال دهه به دهه باشند طول یک ماه قبلی تا درگاه شام ادامه یافته در احیاطه چنین تاریخ های محیط اطراف دوام می کردند. همین طریق بعد انجام رقابت های مرحله گروهی که البته برای تیم های بهترین راحت مرحله پلی آف را تامین نمود و رفت رقابت ها در این مرحله جالبیت دیگر زم کرد. روز 1 فوریه جالب ترین رقابت های مرحله هشتگ نیوی مسابقه دسته های لنگر و استونی را به هم آورد. جانب ها البته از برآمد دسته های خیش امید های کلان داشتند. دسته ما در همینجا فعالیت خوب دارد. در همین گروه با 5 کماند بازی کردیم و 4 تا همین غالب آمده و 1 تا شکست خوردیم. اینا با 8-1 فینال رو یافتیم. در 8-1 فینال با من کماند لنگر بازی داریم. بازی بسیار خوب رفته است. هر دو طرف حرکت های خوب کرده استودن. خلاص همین بازی نغز رفته استوده است. این بازی مقصد از همینجا دریافت چهره های نو
همین مقصد مردم رو از راه های بد گردوندن به همین سپورت مشغول کردن. خوب از نتیجه این بازی شما چی امید دارید؟ چی پیشگوی میکنید؟ خیلی امید داریم که البته کمانده ما نقصر حرکت کردیستیدن انشالله ما غالبیت رو به دست میوریم. ولی نابسته از امیدهای مخلصان در راه پیروزی و تلاشهای بازیگران میدانی در راه گلزنی، وقت اساسی بازی میان دستای لنگر و استونی با نتیجه 0-0 خاتمه یافت و برای معین کردن غالب ضرور آمد تا سلسله ضربه‌های 6 متره اجرا کرده شوند. شماره زیادی مخلصانی که اطراف میدانچه ورزشی قرار داشت محض به خاطر دیدن چنین لحظه های جالب مسابقه از منطقه های مختلف شهرحصار به هم آمدند. خوشبختانه ما دسته لنگر که امروز در مسابقه دهه به دهه اشتراک دارد در جماعت دهه سامون در قشلاق شروب، خوشبختانه امروز به 8-1 فینال برآمدیم. پیشتر بازی ما تا فینال ها برآمد میکردیم، در همه بازی ها جایزه‌دار هستیم و ای پس حرکت میکنیم که جای اول سازوار شویم و خواهش میکنیم که همین مسابقه ها در جماعت دهات سیمون و دیگر شهر نویو بسیارتر شود، بگذارند که فوتبال تیمی تاجیکستان ما در عرصه بین المللی برآمد خوب کنند و تاجیکستان معرفی کنند. خوب بازی امروز چگونه گذشت؟ به فکر شما در سلسله ضربه پنالتی کدام دسته پیروز میشود؟ وقت نشان میدهد که کدام دسته غالب میشود. خلاص که برای اجرایش ضربه های 6 متره کلی چیز اماده بود و دسته ها هم به اجرایش ضربه ها شروع کردند. ضربه های اول از جانب بازیگران هر دوی جانب ها موفقانه اجرا شدند، ولی علاقه وقت اجرایش ضربه دوم دسته استونی به اشتباه راه داد. ولی بعد اجرایش دو ضربه موفق از جانب بازیگران این نوبت اشتباه بازیگران دسته لنگر هم فرا رسید. بعدی برابر شدن حساب و اجرایش ضربه های موفق باز دسته استونی یک اشتباه دیگر کرد، ولی دروازه‌بان تیم لنگر هم از امکانیت آخرین جنبست کردن بازی با پیروزی دسته خیش استفاده کردن نتوانست. شور و شوق مخلصانه که اطراف میدانچه ورزشی را زمان اجرایش ضربه های 6 متره فرا گرفته بود بر رفت حرکت های بازیگران تاثیر میکرد، ولی نوابسته از این از هر طرف ضربه ها موفقانه اجرا میشدند. بعد اجرا شدن سه ضربگی موفقانه دسته استونی بار سوم توپ را وارد دروازه کردن نتوانست. بازیگری دسته لنگر باشد خونسردانه توپ را وارد دروازه کرد و با گروه مخلصان و جمع بازیگرانش استقبال از پیروزی مینمود. این روزمان است که غلبه را به دست آوریم، نداری خود را به تشکیلگران مسابقه میرسانیم و بازی آینده امید داریم که غالب شده پیروزی دسته خود را تعیین سازیم. چکل بود مقابل استونی بازی عموم باوری داشتید که شما در سلسله ضربه های پنالتی پیروزی به دست بیارید؟ بسیار یک بازی دشوار را پای سر کردیم، کم تر به سرسمگی های زیاد را دادیم، لحظه های زیادی گازم دادم و از آن استفاده بودن نتانستیم. بعد انجام بازی اول مرحله 8 نفری در دایره بازی دومین مرحله تیم های سرخک چشمه و دوچینا را به هم آمدند. به هر تمرین های پیش از بازی وارد میدانچه ورزشی شدند. دسته فوتبال دهه سرخک چشمه که به قول تشکیل کنندگان مسابقه یکی از تیم های فاوریت به حساب می رفت و بازی مذکور هم البته آمادگی جدی داشته بود. در گروه اس بودیم، دهه سرخچشمه یکی از دهه های بین ها در بین دیگر کمانده ها معلوم است. به سبب معلوم بودن شما که در از میدان های ورزشی تامین هستیم، مهنت خوب میکنن و از گروه یکم شده ما به این مسابقه یکش فینالی راحت گرفتیم. خب در مرحله یکش فینالی برآمد امروزه چگونه پس سر میشد و چه پیشگویی کرده میتواند؟ خیلی ورزش هست. ما از بچه های خود طلبی آن و خواهش آن دارم که با سربرنده این معرکه را گذرانم. باوری هست.
در بازی مذکور هرچند که از فرصت‌های نخست تیم دو چیناره تلاش بازی برابر می‌کرد، ولی برتری چشمرس دسته سرخک چشمه در ادامه بازی بر علاوه به چشم می‌رسید. این بود که یکی از فاوریتان مسابقه بهری پیروزی در بازی دوره هشتگ نهایی با حساب بزرگ 4-0 ظفر یافت. ما حرکت کردیم که به دوری پلی آف برویم، خنصیب کرده بود است. ما که از دسته های بهترین رو در هشتگ فینال و خوردیم، غلبه کردیم و آینده میخواییم با غلبه کنیم. خب در مرحله گروهی کدام حریف مشکل ترین برای شما بود و در مرحله پلی آف کدام دسته مشکل ترین خواهد بود؟ در پلی آف همه دسته ها قریب که رقابت پذیرن، همه شون یک بوزینگر هستن، همه شون خوب تربیه فوتبال دیگه هستن. در گروهی همه گروه کمانده ها سخت بود. ما خیلی کانکرنت ما واضح بود در گروه برامدن، بغیر را گروه ما یکم برامدن. من چورمی گروهی به کتی بوز کردیم، انشاءالله بود دالش بوز میشه. بازی یکمی مرحله نیمه نهایی دسته های شوروی اسکندر و ناجی بولو را به هم آورد. در بازی مذکور البته برای بازیگران تیم شوروی اسکندر از لحاظ میزبانی و داشتن مخلصان بیشتر بازی آسان تر پس سر می شد. این بود که میزبانان بعد تلاش های چند نیم باره در خط هجوم و کشادن حساب هم دست یافتند. گل یگانه دسته شوروی اسکندر گمان می رفت که این تیم را به فینال می برد، ولی بعد کوشش و تلاش های تیم ناجی بالا در خط حمله اخیرا این تیم موفق به گلزنی شد. اجرایش ضربه جریمه‌ای در دقیقه آخر بازی با گل جوابی جنبست شد و دسته ها با حساب 1-1 وقت اساسی بازی را خاتمه دادند. برای دسترسی به راحت فینالی دسته ها را ضرور آمد که به اجرایش ضربه های 6 متر پردازند. وقت اجرایش ضربه های 6 متر باشد چی طور بعدی دقیقه های پرهیجان معلوم گردید. بعدی نتیجه مساوی از 5 ضربه 6 متره در وقت ضربه های ایلاوگی دسته شوروی اسکندر اخیران توانست راحت فینالی را به دست آورد. تیوره شوروی اسکندر که خوب بود، بازی رو مغلوب کردن و فینالی راه یافتن. مشکل ترین بازی همین بازی نیمه نهایی بود یا یکم مشکل ترین بازی دیگر هم بود؟ باید کنه اهم مشکل ترین بازی همین بازی بود که برای فینال رفتن روخت، برای فینال گرفتن بود. به حد بازی مشکل بود برای بچه ما، برای دسته ما به حد بازی قیم گذاشت. جفتی دویومی مرحله نیمه نهایی مسابقه از دستای لنگر و بولوی کانال عبارت بود. در رقابت مذکور که از فرصت‌های نخست با نیروی برابر صورت گرفت، ناوابسته از کوشش‌های هر دو طرف‌ها تا آخر وقت اساسی مخلصان شاهد گل نشدند. بعد مساوی 0-0 دسته‌ها به اجرایش ضربه‌های 6 متر پرداختند. در این بازی نیز بعد نتیجه مساوی از 5 ضربه اول 6 متر تقدیر بازی را ضربه‌های ایلاوگی حل کردند. راحتی بازی فینالی اخیرا نصیب دسته لنگر از دهه غیرت آباد گردید، دسته ای که در فینال مسابقه مقابل شوروی اسکندر سر و سر می شود. خوب پیروزی مبارک شود. شما باور داشتید که به فینال راحت می گیرید؟ هر باور نداشتم. تقدیر بچه ها خیلی اکنم تا بلندی کرد، بازی کردن، غالبیت نصیب دهه غیرت آباد گشت. بچه ها بعدی بازی با مجلس زرانده در مینی استادیون ها برده با تمرین کرده تیار میکنیم بچه ها که نکه به هر حال ما حرکت میکنیم که غالبیت همین سال نصیب دهی ما گردد. اخیرا بعد انجام رقابت های شدیدی بیش از یک ماه میان 27 دسته های دهه شهری سار در میدان ورزشی دهه شوراب فرصت رقابت فینالی هم فرا رسید. پیش از آغاز رقابت فینالی وابسته به تشریف مهمانان فخری از حکومت شهر حصار آمادگی ها در سطح دیگر بودند. اشتراکچان رقابت فینالی الکای و تمرین های پیش از بازی فرا گرفته شدند.
دوستان عزیز، اینجا دهه شوراب جماعت دهات سامان شهر حصار است و ما در مکان قرار داریم که تا یک ماه در میدانچه ورزشی اینجا مسابقه فوتبال دهه به دهه با اشتراک 27 دسته جریان داشت و امروز روز فینالی است و در کنار ما مسئول برگزاری مسابقه قناعتشا ارزویف قرار دارند که ما با ایشان در مورد سطح و صفت برگزاری مسابقه و انجام یابی آن سخن خواهیم کرد. شخیره که همگان میدانید با تشبوسی رهبریت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم روسای امالی در فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان رشد فوتبال دهه دهات رو اندازه کرده شده است. ما از این لحاظ ما اقدام گرفتیم که همین بازی های فوتبال دهه دهه به دهه رو در دهات جوها رو اندازه کنیم. همگان میدونن که ما این فوتبال اصولی با دهه به دهه رو ما دویو ما شید ما تشکیل کرده شدیم. حوزی ما در حرفه فینالی قرار داریم. در این مسابقه که ما تشکیل کردیم 27 دسته اشتراک کردن و امروز در بازی فینالی دسته لنگر با دسته شوراب اسکندر اشتراک میکنن. نهایت بعد انجام کلی آمادگی ها به فینال پشتک سردار مسابقه دلاورشا ارزویف بلند گردید و دسته های لنگر و شوراب اسکندر به رقابت فینالی پرداختند. هرچند که از نگاه موقع جغرافی و شماره مخلصان دسته شوراب اسکندر صاحب برتری بود، ولی آمادگی های خاصه دسته لنگر کلان در سطح دیگر بود. این بود که در نتیجه تلاش های سرشمار هجومی بازیگری تحت رقم 9 دسته لنگر فردوس یعقوبوف با کشودن حساب دست یافت. بعدی کشودن حساب هرچند که کوشش های گلزنی از جانب هر دوی دسته ها زیاد به چشم رسید، ولی دیگر حساب تغییر نیافت و دسته ها به تنفس برآمدند. بعد شنیدن دستورهای آخرین از جانب مربیان و استراحت ضروری، رقابت نیمه دوم فینالی هم آغاز گردید. از آغاز نیمه دوم زیاد وقت نگذشته بود که دسته لنگر با زدن گل دوم به جواب دست یافت. بعد این گل دسته لنگر، بازیگران شوراب اسکندر هم از خواب گران بیدار شده در زمین خیش در نتیجه راه اندازی هجوم نوبتی با زدن گل جوابی دست یافتند. بعد دوباره یک گردن حساب، هرچند تلاش های بازیگران دسته شوراب اسکندر در راه گلزنی زیاد گردید، ولی دسته لنگر با زدن گل سیوم از ضربه کنجی دست یافت و حساب هم 3-1 شد. در ادامه بازی دسته شوراب اسکندر هرچند یک گل دیگر هم زد و حساب را 2-3 نمود، ولی با گل دیگر زورش نرسید و رقابت فینالی با پیروزی دسته لنگر دهه غیرت آباد جمع‌بحث کردید. امروز با تشبث رهبریت جماعت دهات سامان در حدود جماعت دهات سامان چهارابینی ورزشی اوید به فوتبال برگزار گردید که در این چهارابینی 27 دسته خوازمایی نمودند و از مبین این 27 دسته دسته ورزشگران فوتبال بازان دهه لنگر غالب آمدند که این غالبیت را به آنها مبارک باد میگویم. بعد انجام بازی در محیط تنتنوی و دسته شوراب اسکندر از جانب رهبریت شهر حصار در سیمای معاون رئیس شهر حصار مدال ها برای اشغال مقام دوم و برای دسته لنگر دهه غیرت آباد مدال و جام برای عنوان قهرمانی تقدیم کرده شد. با تمامی بازیگران دسته لنگر هم دستگان خوب نداری خود رو میرسونیم با محض با زحمت کمک های اونم بود که ما این رو سنیم قلیبیت رو به دست آورم. خب مشکل ترین بازی در این مسابقه کدام بود؟ فینال بود مشکل ترین یا بازی دیگر بود؟ فکر می کنم مشکل ترین بازی در این چمپیونات ما از همین بازی بود، چون که بسیار هیجان زیاد کوشش زیاد رو ما
اثر گذاروندیم و توانستیم که غلی برامده در نزد مردمی دهه با سر بلند بگردیم. از همه کارمندانی که همه مسابقه را پیشبری کردن مینداری خود رو می رسونیم به شهر حکومت حصار و دهات جماعت دهات سومون رئیس جماعت دهات سومون و شخصیت هایی که در اینجا وقت خود رو دریغ نداشته اومده در مسابقه حاضر کردن دستگیر کردن مینداری خود رو بیان میکنم. بگذار در آینده همین خیر مسابقه های ورزشی برگزار گردد، جوانایی که با مثل تیم ملی همون که در اثر بین المللی برآمد میکنن چهره های نفت چهره های نو با میدان آیند. برزمی تقلیم گردنی مدال و جام و جایزه داران مسابقه فوتبال دهه به دهه در شهر حصار همچنین جایزه های مالی نیز سپریده شد. همین طریق مسابقه فوتبال دهه به دهه در دهه شراب جماعت دهاتی سامان شهر حصار در محیط جشنی پایان یافت.